رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، یک میگه داشتی رفتی، یک میگه داشتی رفتی. پشت رو نداره، پشت تو کردی بر من، بگو مگو نداره، رو کن به هر کی خواستی، کن پشت رو نداره. باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. بینندگان شبکه ندا یاسی، امیدوارم شبتون سسکی باشد و رستگار و تقوا و پرهیزگار مونده باشین در این ایام تخمی قرنطینه، هر شب تخمی تر از شب قبل. بدن این روزها مهمتر از آرایش صورت هست. چرا؟ چون پسرها حول بدن هستن. بدن قشنگ داشته باشی، صورت تخمی داشته باشی، هیچ مشکلی نیست. خداییش ها، یعنی خداییش، یعنی نه نه نه، یعنی خداییش ها. به جز من یک دیگه داشتی رفتی. خب آرایشمون رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قول هو خدا بخیر کنه، قول هو الله احد. خب ندا خر نباش، سری آماده شو. آقا میخوام آماده شم چیز بذاریم، لایف بذاریم برای، بذار موهام هم درست کنم یا نه. آره دیگه با اون سرتون. خب مودامو ببخشید دیگه، این شلوارکم رو من عوض نکردم. تق تق تق، این شلوارکم رو یادتونه، شلوارکم نیست، تبدیلش کنم به شلوارک آدی. اینم تبدیلش کنم به شلوارک. نظر مثبت شما چیست؟ این پیجامه رو یکی از بچه ها برام فرستاد از ایران، یادتونه؟ وقتی که صندوق پستی داشتم. به نظرتون دوباره صندوق پستیمو باز کنم بچه ها برام خرت و پرت بفرستن لایو بذارم بخندیم دور هم یا نه؟ نظر شما چیست؟ چقدر بدین؟ آره تبدیلش کن.
خیلی بد جنسن. خب احترام من بریم عقب. بچه خداییش من نژادم ایرانی نیست، جدی دارم بهتون میگم، من نژادم اروپاییه. ببینین یعنی به محض اینکه نفس میکشم چون نه نژادم یعنی رگم اروپاییه، سرخ و سفیدم دیگه. قبلا هم چشام آبی بود، موهام هم بور شد بر اثر آب و هوای ایران، اینطوری شدم، مشکی شدم. وگرنه من یه رگم کاناداییه، یه رگم اروپاییه. والا خب ببینم من میتونم یه ساعت آرایش کنم. خیلی 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 بعید میدونم. خب ایوا ایوا خودو مرگم بده. چیزم کو؟ بچه ها میبینینش؟ آره اینجاست. با صدت نمیبینیش مگه؟ نه بذار گوجه ایش کنیم. خب بذار گوجه ایش کنیم. خب گوجه ایمون ببینیم چطوری در میاد. آها آها، با اولین بار پدر سوخته ها، با همون اولین بار، با همون اولین بار مهارت رو میبینی؟ این مهارت زندگی رو میبینی؟ مهارتی که نیازه در زندگی هر دختری داشته باشه. چی 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 من پیدا کردم. خب فیکسش کنیم. الهی قربون اون زیباییت برم، انشالله بدخواه ها تیکه تیکه شم. اوکی بذار من اینو بنویسم سریع. لایو آماده شدن و غیبت کردن و عقده گشایی پریودی برای لایو خاک برسری در پیج اصلی. در ساعت 2. چقدر طولانی شد بابا؟ خب بذار پینش کنم. سب کنین، زیاد کامل نذارین. آها آها، خب بچه من گرسنمه، میخوام نوتلا بخورم. حامله ها لطفا نیان تو پیج من با اون سرتون. دیگه قرنطینه هستین، آذوقه هم داریم، برین نوتلاتون رو بردارین، پفکاتون رو بردارین، پیزاتون رو بردارین، برین با هم دیگه بخوریم. نوتلا تو پریود خیلی حال میده. میگه نه، میگه نه. اوکی خب چیکار کنیم؟ آماده شیم دیگه. خیر سرت. با یادم رفت بیوتی بلندرم رو خیس کنم. اصغر 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 رفته نون بخره. اصغر رفته نونوایی نون بخره. بهش گفتم قبل از رفتن به نونوایی پدر سوخته بیوتی بلندرامو خیس کن. خیس نکرد، منتها شبا برای خیس کردن آماده است با اون سرش. خلاصه بذار آماده شیم. احترامن سلام. احترامن شروع شد دیگه، شروع شد.
خدا به خیر بگذرونه لایو خاک برسری رو. کیا میان لایو خاک برسری ساعت 2؟ هر کی میاد دستا بالا با اون سرتون. خوب بگو. خوب میگه با اون سرش رو از کجا یاد گرفتی باز عزیزم؟ ببین من خلاقیت زیاد دارم خوب، و اصلا خود به خود بهم الهام میشه. نمیشینم مثل بعضی از این بوزایی که اصلا هیچ خلاقیتی ندارم بشینم 3 ساعت فکر کنم تازه هیچی هم گیرم نیاد، یه چیز مسخره، یه ایده مسخره گیرم بیاد. اوردی خود به خود فوران میشه، سرچشمه خلاقیتم فوران میشه. میدونی چی میگم؟ هر چند وقت یه باری کلن یکی میدم بیرون. خب من یه سری چیز میزا نوشتم که میخواستم در موردشون باتون حرف بزنم. آها بذار اینو بهتون بگم. ندا میشه جواب بدی؟ چی رو جواب بدم با اون سرت؟ میبینی؟ نمیدونم دیگه اومده توی دهنم. آقا من پریو شدم و دیگه ندارم. ببینید ببخشید اسکیوز می برون بر دیگه پد پریودی ندارم. بذارید اول من اینو چیز کنم، میترسم خشک بشه و دیگه بدبخشیم. چقدر یه پرنسس مگه چقدر میتونه کارو همزمان انجام بده با اون سرتون؟ بچه ها نگاه کنیم، پریوش شدم. خب این پدایی که ساده هستن و مسخره هستن و زش هستن، خب اینا رو من خیلی بیشتر دوست دارم و کاربردی ترن و محافظت بیشتر میکنن. خب بگو. خب اینا رو ببینید چقدر خوشگل و اصل تو پورتوپولی هن. خب اینا به درد ننشون هم نمیخورن، اصلا محافظت نمیکنن، همش چیزت اینور اینور میریزه روی لباس زیرت. ندارم الان، من الان چیکار کنم؟ و نمیخوام برم بیرون به خاطر قرنطینه، به خاطر که من یه شهروند کانادایی مسئول هستم. بز که نیستم، گوسفند که نیستم مثل بعضیا برم بیرون، مثل بعضیا برم مسافرت، مثل بعضیا برم خونه دوستان مهمونی. آره خب چون یه دختر چون یه شهروند کانادایی مسئول هستم و نمیرم بیرون. الان 2 هفته است که جلوی خودم رو گرفتم که نرم بیرون، ولی نیاز دارم، نمیدونم چیکار کنم. یاد بگیرین از طریق اپلیکیشن هم، حالا مثلا از طریق اپلیکیشن میتونم سفارش بدم خب برام بیارن، منتها نیاز دارم برم فروشگاه، کار دارم، یعنی حضوری باید برم. زندگی سینگلی یاد بگیرید. 1 2 3 آها آها اینقدر خوش میگذره، بعد میگین ندا چی همش تنهایی؟ بفرما زیبایی‌هاشو نمی‌بینی؟ من دارم زیبایی‌هاشو چی 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 بهت نشون میدم با اون سرت. این کرم پودر رو من با بیوتی بلندر بیشتر دوست دارم بزنم، با براش که میزنی نمیدونم چطوری میشه، خوب نیست با براش. ندا پسند نیست با براش، ولی با بیوتی بلندر چیز میشه، خیلی قشنگ میشه.
به گردن هم میزنیم که چی؟ مثلا کسی نفهمه ما کرم پودر زدیم، مثلا فکر کنن این خودش اینطوریه، مثلا پوست صورتمون خودش اینطوریه. به گوشامون هم میزنیم، وقت کردی به نانازی تم بزن صاف و صوفش کن، نیازت میشه. نانازی صاف و صوف شانست و بختت رو بیشتر میکنه. خب ولی کلا این کرم پودر رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی قشنگ رو پوست میشینه. و نمیماسه. اوکی دارین چی میگین؟ همش دارین میخندین. خب بذارین من چی نکته برداشتم که بهتون بگم توی لایف اترامن. ها میخواستم اینو بهتون بگم، نگاه کنین توی لایف، اولا به من بگین کیا توی لایف خاک برسری میان، کیا ساعت 2 امشب بعد از لایو آرایش تو پیج اصلیم، فکر میکنم تو پیج اصلیم بذارمش، خوبه بیشتر به پیج اصلیم میخوره لایو خاک برسری. خوبه اسم کرم پودرم الی گرل هستش، پرو مات، دو نوع داره، یه دونه برای پوستای چرب هستش که باید ماتشو بگیری، اگه پوستت معمولی رو به خشک باشه یه دونه همین با همین فرمول داره، ولی برای ولی مات نیست، برای پوستای خشک، اونم خوبه. خب دیگه چی کار کنیم؟ سوال به سوال، کیا میان توی لایو خاک برسری که قراره 2:30 بذاریم؟ دستا بالا. نمیبینم چیم شده. میگه شات بگیر، شات بگیرین برام. من وقتی شات میگیرم نمیدونم یه طوری میشه، یا برم چیزمو بیارم. آها سب کنین، آها آها سب کنین. اترومه سلام، اترومه نمیدونم تا به حال چیز نکردم، امتحان نکردم. سب کنین میخوام یه چیزی رو بیارم. کجاست کنترل؟ از راه دور بیارم. سب کنین ببینم شات میشه یا نه. خب 1 2 3 هی با بلوتوث، با بلوتوث این وصله آیفون 6 هم بدن، اگر لایف گذاشتم با بلوتوث این وصلش میکنم. این کنترل از راه دور هستش، اینطوری چیزش میکنی عکس میگیره. با تکنولوژی آشنا بشین. پیجای ندایاسی همش بالای مثبت 18 نیست، تکنولوژی هم بهتون یاد میده علاوه بر درسای زندگی با اون سرتون. آیا این بود؟ آره این بود. یا این بود؟ کدام بود؟ هلو خدایا. آره این بود. خب وصلش کن. الان نمیتونم وصلش کنم چون بخوام وصلش کنم لایف قطع میشه، بعدم وصلش میکنم بتونیشون میدم. به تعداد زیادی کانسیلر میذاریم که تصمیمات زشت و تاریک زندگیمونو چی؟ بپوشونه احتراماً. آها بعد این کانسیلر زود خشک میشه، باید سریع، باید سریع چیزش کنی، بلندش کنی. مثل پسرایی که صبر و طاقتشون کمه و چس چس میان، سریع باید بهشون توجه کنی. نونورن لوس و نونور هستن، مامانشون لوس و نونورشون کرده، این کانسیلر هم اینطوریه. احتراماً توجه میکنی زحماتی رو که من براتون میکشم؟ اینا رو نه، اینا رو زحمت کشیدم.
و رفتم براتون انگشتر گذاشتم. بگین خیلی خوشگل شدی. نه دیگه بگین. خب نوشته من رفتم لالا چوسو. نگاه کن های لایو خاک برسری رو من سیوش نمی کنم و بعدم بیای تو دایرکت به من بگی چرا سیوش نکردی. میفهمی چی بهت میگم؟ بلاکت میکنم. آه اینو میخواستم بهتون بگم. بعد از لایو خاک برسری به احتمال زیاد میذارمش توی پیج اصلیم. بعد از لایو خاک برسری لایو دیگه میذارم، دو نفرش میکنم و در مورد خاطرات سکسیتون باید در مورد صحبت کنین، تعریف کنین. میدونین چی میگم؟ من لایو خاک برسری رو من داستان و ماجرای اولین باری که فیلم خاک برسری دیدم و خودم تعریف میکنم. بعد از اون شما رو میارم دیگه، نوبت شما میشه، نوبت شما میشه که در مورد حالا خاطرات سسکی دارین، چیزی که سسکی باشه تعریف میکنین، دیگه نوبت شماست. همش که نمیشه یه طرفه باشه. میشه همش یه طرفه باشه؟ نه نمیشه. آره دیگه، خودتون رو آماده کنیم. مخصوصا اگر دوست دختر دوست پسر هستین، زوج هستین، اونا باحال تره، اونا رو من بیشتر ترجیح میدم. بعدم هر کی اومد بالا گفت من مجردم، تا به حال سسک نداشتم، تا به حال فلان نداشتم، سری بلکش میکنم. حوصله یه چس چس بازی رو ندارم، حوصله اونجور چیزا هم ندارم، آفتاب مهتاب ندیده ها هم ندارم. امشب لایو آفتاب مهتاب ندیده ها نیست. والا با اون سرت. وای راست میگه، میگه اونوری خوشکید. وای راست میگی یا خدا مرگم بده. ایوه خدا مرگم بده. آره دیگه، دخترها برن آرایش کنن، اونایی که با جنبه هستن میارم لایو و تعریف میکنن خاطرات سسکیشونو. بی جنبه ها نیان، درخواست ندن، فقط بشینن نگاه کنن و لذت ببرن. لایو ندایاسی برای لایو بی جنبه ها نیست، برای لایو بورینگا و خسته کننده ها هم نیست. خب آخ جون، ببینی تمام تصمیمات اشتباهی که برای انتخاب دوست پسر گرفتی رو پنهون میکنه کانسیلر، میبینی؟ خداییش کجا بهتون درسای آرایش همراه با درسای زندگی میدن؟ یعنی درس آرایش رو عجین میکنن تو درس زندگی. هیچ جا. همه بی استعداد و کپی بردار و میمون زشت هستن. خوب است؟ نظر شما چیست؟ نوشته خب بسه دیگه بابا، یکی دیگه هم میخوام بزنم با اون سرت. این یکی رو زدم به خاطر اینکه زیر چشام یه مقدار سیاهی داره و همین خاطر اینو رنگ پوست خودم زدم. این کانسیلر روشن‌تر نیست، این رنگ پوستمه. این کانسیلر روشن‌تر هستش که برای اینکه نورانیش کنم، در واقع هایلایتش کنم میخوام بزنم. یا اشتباهی زدم؟ فکر کنم اشتباهی زدم. بله یا نه نمیدونم، اینا خیلی شبیه هم. نه فکر کنم درست زدم با اون سر. حالا یکی دیگه هم بزنیم ثواب داره. ما دوست داریم بریم بهشت، کرونا بگیریم بعد بریم بهشت. خب ببین این روشن تره. اول سیاهی ها رو پاک میکنی، بعد انگار نه انگار که سیاهی داشتی. ایه داره تموم میشه، این قمه ازش استفاده کردم. شت. بعد جون وای عاشق کانسیلرم، من عاشق کانسیلرم، چون گوبازیاتو چی پنهون میکنه احترامن. یک دو سه، این یعنی من این فالمه، یعنی من باسه
اسخر پولدار در آینده آشنا میشم. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، اینجا دو تا شاگرد دادی من باشون آشنا میشم. خدایا خدایا به حق این روزای کرونایی. خب میگه اشتباه زدی. من هیچی را اشتباه نمیزنم عزیزم. اشتباه ها مال توی، صحیح ها مال منه. چایی میخوام. گرمنده چه قشنگه. تو نور میرقصه نه؟ احتراماً؟ احتراماً تو نور میرقصه؟ احتراماً؟ متشکرم. شما هم برین از این گرمنده ها بخرین. خیلی خوشگله. این بدخواهاتون که بهتون نگاه میکنن، نگاه میکنن گرمندتون هر سری که حرکت میکنین میرقصه تو نور. ببینین نور که بهش میخوره میرقصه. بعد بیشتر حرصشون میگیره. شما هم برین بخرین از اینا. بزاد بزاد بیشون بول. کجایی؟ بچه ها میاین دیگه توی لایف خاطرات سسکیتون رو تعریف کنین یا نمیاین؟ بعد از لایف خاک بر سری میخوام. آها چقدر خوشگل شدم. خیلی دوست دارم زیر چشام روشن باشه. مثل آینده روشنم، روشنی که دارم. ایشالله. اینجا سه تا پسر، سه تا اسخر پولدار، خوشتیپ، ازوله، سبزه. اینجا باشون آشنا شدم. دیگه تایید شد دیگه. دیگه چی؟ تایید شد. تو پیشونیم نوشته. من دیگه کاری ندارم که نمیشه تغییرش داد. تقدیر رو میشه تغییر داد؟ نه والا. خب این رو پیشونیم نوشته، رو چونم هم نوشته. دو تا شاگردی در آینده داره تو سرنوشتت. من دیگه تقدیره دیگه، نمیشه باش چیز کرد. خب جون جون جون، خب بچه ها چه جور آرایشی بکنم برای لایو خاک برسری؟ من در نظر دارم که من یه ضد آفتاب میزنم، یه پنکیک. نمیتونم پینت کنم به خاطر اینکه کامنت خودم مهمتره. کامنتمو پین کردم. میگه ندا پیج اصلی تو بده، من ندارم. بابا من یه دونه پیج بیشتر فالو نکردم، اونم پیج خودمه. برای لایو خاک برسری بچه ها من چی چیز کنم به نظرتون؟ بذار یه اسکرین شات بگیرم. خیلی بده. آها اینطوری اسکرین شات بگیرم. نمیدونم چرا اینقدر زشت میشم. خب من اسکرین شات میگیرم، اسکرین شات هم خیلی زشتن. بعد آخر میرم تو دایرکت میبینم یه عالمه شما اسکرین شات برام فرستادین. آخر سر اسکرین شات های شما رو میذارم توی استوری. اسکرین شات های خودم به درد آشغالم نمیخورم. خب اینم از این. چه نوع آرایشی بکنم برای لایو خاک برساری؟ ها چرنگی ستش کنم. اینه نه. سایه لایت با رژ قرمز ایده خوبیه. فریال مرادی میگه
خط چش بالا یا چشت بزن تو چشت نزن یه بار. میگه آرایش خاک برسری کن. خب آرایش خاک برسری چه رنگی بکنم؟ همین یکی نوشته خط چشم گربه‌ای با رژ قرمز. فکر میکنم آره. فکر میکنم اینجا سایه لایت میذارم خیلی کم رنگ. خط چشم میزنم. مثل همین دیگه این خاک برسری که توی فیلمای خاک برسری بازی میکنن. میخوام اون آرایش بکنم. با رژ قرمز بزنم. نظر مثبت شما چیست؟ خب اینو برمیداریم احترامم. سب کنی. اول از همه قبل از این که من اینو بذارم به خاطر اینکه این مقدار فاصله بینش افتاده اول اینو صاف و صوف میکنیم نماسه توی چروکای زیر چشممون. حالا من که 18 سالمه من که چروک ندارم ولی برای اون چونه چروکایی که شما دارین برای چین چروکایی که شما دارین اول صاف و صوف کنین. خب بعد چیزش کنین. بعد فیکسش کنین. پودری که میزنم پودر سفید نیست. پودر موزی هستش بهش میگن. پودر زرده. و بذارید باشه. خب بذارید من اینو خاموشش کنم. هلو خب بگو نگو نداره و به همین منوال دخترایی که چین و چروک دارن زیر چشمشون میره و میاد خوشم میاد. بعد باید به این حالت نه فقط یعنی یه بار اینطوری یه بار اینطوری مثل میره و میاد خوشم میاد اینم اینطوری فقط به یه جهت نه. احتراماً حواستون به چین چروکاتون باشه. ما که نداریم حالا شماها بعضیاتون که دارین. این براشه نرمه آدم خوابش میگیره وقتی میزنه اینقدر نرمه آدم ها نوازش میده. خب دیگه چی داریم؟ میگه بس بابا الان تازه ما میخوایم شروع کنیم با اون سرت. ای من اینو فیکس نکردم اشکال نداره با سایه فیکسش میکنم. خب بذار آرایشمونو بکنیم. آرایش لایت خیلی لایت میخوام بکنم برای نصف عمر در حال آرایش. انشالله که تمام عمرم در حال آرایش و رسیدن به خودم و زیبایی هام و لذت بردن از خودم و زیبایی هام باشه انشالله. خب بذار سب کن الان من میام سری میام. بگو نگو نداره ایش که تو سردی بر من. بگو نگو نداره. خب بذار بریم تو پیج نازنینم. احترامن سلام. احترامن میگه همه گرمی خوردن الان بیای تعریف کنی همه مشغول میشن زیر پتو. ازتون خواهش میکنم کسی که جنبش یعنی خیلی بی جنبه هست جنبش سوراخه مذهبیه
نمیدونم هر چی که باشه و نسبت به این مسائل خاک برسری و تعریف کردن و اینجور چیزا اصلا خوشش نمیاد، لطفا نیا. یا اصلا من بگو من بلاکت کنم اگر نمیتونی خودتو کنترل کنی که نیای لایوم. اتفاقا به خاطر این گذاشتم دوی نصف شب، بچه ها میگفتن چرا دوی نصف شب گذاشتی؟ به خاطر این بود دوی نصف شب گذاشتم که یعنی مذهبی ها نیان توی لایف خراب کنن، بی جنبه ها تو لایف خراب کنن. اگرم کسی اومد داشت بی ادبی میکرد، حرفای بی تربیتی میزد، فش میداد، شما لطفاً چی حسابشو برسونین. من بهشون گفتم، هشدار دادم، دیگه با اختیار خودشون میاد، من که دیگه نمیتونم کنترلشون کنم که. ولی خیلی خاطرات قشنگی در جریان که هستین. یادم رفت اینجا بزنم، اینجا هم یادم رفت، چرا بهم نگفتین با اون سرت؟ خب قراره که آرایش مثلا کم بکنیم. حالا اگه من یادم رفت آرایش کم بکنم، شما منو در جریان بذارید. ابروهام هم درست نکردم با اون سرتون، چرا بهم نگفتین ابروهاتو درست کن؟ خب بگذار اول سایه نازنی لالا، بذار اول یکم نوتلا بخوریم. خب اینو میزنم، این خیلی کم رنگه. خب بذار آقا، میخوام دوست دارم غیبت کنم، عقده بازی در بیارم. در مورد چی غیبت کنی؟ سعی کن من ببینم در مورد چی نوشتم. میخواستم اینو بهتون بگم، نگاه کنیم. من خب این روزا بذارید یه اسکرینشات. چرا به من نمیگین اسکرینشات بگیر با اون سرتون؟ فقط نشستین حرفای بی‌تربیتی میزنین؟ هیچی نمیگن، نه حواسشون به آرایش هم هست، حواسشون به سکرین شات هست. سر کنید خب میخواستم چی بگم بچه ها، نگاه کنین. حتما بهتون گفتن، خب این دخترها حتما شنیدین که مثلا بهتون میگن که آقا شما ازدواج کنین، اگه مثلا حالا مجردی، نه مجرد نه، اگه فعالیت جنسی نداری خب، و حالا مثلا تو ایران مجردی، اینجا نمیگن مجرد متأهل، اینجا میگن اگه فعالیت جنسی داشته باشه یا نداشته باشه، چون طرف ممکنه که اصلا ازدواج نکرده باشه ولی فعالی از نظر جنسی فعال باشه. حالا تو ایران آفتاب مهتاب و این آفتاب مهتاب ندیده ها هستن، ما میگیم اگر سینگل باشی و ازدواج نکرده باشی خب، و پریود باشی میگن چی؟ از این دارم استفاده میکنم، این رنگ. یه قهوه خیلی ملایمه. نداشته باشی بهت میگن چی؟ بهت میگن که درد نداری برای پریودی. نه آقا، وقتی سینگلی و فعالیت جنسی نداشته باشی و پریود میشی و درد داری، بهت میگن اشکال نداره. وقتی ازدواج کردی خب، این دردت از بین میره یا دردت کمتر میشه. بچه همش دروغه، همش دروغه. من بذار من بهتون بگم، در مورد خودم بهتون بگم. ببینید من وقتی که سینگل بودم، یعنی هنوز باقای جی جی نبودم، خب اوایلش که پریود میشدم اصلا درد نداشتم، اصلا درد نداشتم اصلا ها. خب بعد دیگه همینطوری فکر کنم رفتم دانشگاه، تا وقتی دانشگاه هم بودم هم درد نداشتم. وقتی اومدم کانادا دردام شروع شد، هر وقتی پریود میشدم درد داشتم. بعد با آقای جی جی هم کار خاک برسری میکردیم، دردش نرفت اصلا، اصلا دردش نرفت، هیچ فرقی نکرد.
فقط پردم و عدس دادم و از خانواده رونده شدم. خلاصه بهتون میگن که ازدواج میکنی دردتون چیز میشه، دروغه. این یه نوع دروغه برای ترغیب کردنتون به ازدواج. از همه چی برای ترغیب کردن دخترها به ازدواج پدر سوخته ها چیز میکنن، استفاده میکنن، همش دروغه. فقط میرین پردتون رو عدس میدین و نوکری این شوهر رو میکنین و همچنان درد پریودی رو چی 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 خواهین داشت. گول این حرفا رو نخورین با اون صورتتون. ها اسکرین آفره، من باید به تو جایزه بدم اینی که مینویس اسکرین شات بگیر، بقیه که چقندرن. میدونن چرا قیافم طوری میشه. خب دیگه چی؟ ها بذار بهتون بگم، نه تنها من دردم بیشتر شده بعد از فعالیت جنسی، اتفاقا درد نه تنها دردم کمتر شده بعد از فعالیت جنسی، بلکه دردم هم بیشتر شده. یعنی چی؟ یعنی من قبلا شاید مثلا به مدت چند ساعت درد داشتم بعد از پریودی روز اول فقط، الان من به مدت دو روز اول پریودی درد دارم. حتی اگر قرص بخورم روز اول و اثر قرص از بین بره، روز دوم همچنان درد دارم و روز دوم هم باید قرص بخورم. یعنی من الان روز دوم پریودیم دیگه، دیروز قرص خوردم، دیشبم که خوابیدم باید قرص میخوردم که بتونم راحت بخوابم. خیلی اصلا خوبه، خیلی خوبه، پیشرفت کردیم. بعد تازه شما وقتی رو به یائسگی هستین درد خونریزیتون هم بیشتر میشه. فکر کنم این یعنی نشونه اینه که من دارم رو به یائسگی میرم، دردم الان بیشتر شده. آره دیگه، من از دو روز قبل پریود باید قرص بخورم. من قبل از پریودی درد ندارم، وقتی که پریود میشم درد دارم و وقتی هم پریود میشم اصلا متوجه نمیشم چون اصلا درد ندارم، ولی بعد از پریودی چرا کمر درد دارم. حالا من خوبم، اما یه خواهری دارم اون خیلی بده درداش، خیلی بده درداش، یعنی گریه میکرد به خدا تفلک، ولی بعد از زایمون نه بعد از ازدواج اون بهتر شد. واقعا بد شده، شاید بعد از زایمون بهتر بشین ولی بعد از ازدواج دارن بهتون دروغ میگن. بعد از شروع فعالیت جنسی، حالا من که زایمون نکردم، اگر زایمون کردم شما رو در جریان میذارم. من همیشه اینجا به چیزمم زایمون هم کمتر نمی کنه. بگو به خدا یه سکرین شات بگیر. ای رفتین خواب دوست دارتو کن. میگه ندا یه دوست پسر بگیر وقتی یه مدت رابطه جنسی داشتی خیلی سخته. نه بنا سختم نیست، شاید برای تو سخته، احتمال زیاد برای تو سخته که فکر میکنی برای من سخته. کافر همه را به کیش خیش بندارد. خب اینم از این. حالا اینجا باید چی بزنم؟ چی بزنیم؟ مثلا از این بزنیم یک کوچولو که رنگش روشنه. بذار ببینیم خوب میشه آیا. اسکرین شات بگیریم برای استوری. ای مادرتون رو گویدم.
آه اسکرین شات. اوکی خب خوب شد؟ بحله بحله که خوب شد. الهی قربونت برم ندا جونم، فدات شم. شت نیاز به چایی دارم. اصغر اصغر هنوز از نونوایی نیومده، فکر کنم اونجا گیر یه کسی افتاده، مشکوک میزنه. این روزا شبا خیلی بهونه میگیره اصغرم. مردا اگه بهونه بگیرن بدونید که یه جای کار میلنگه دیگه، در جریان هستین که. الکی بهونه نمیگیرن، یه جای دیگه شنبولشون مشغوله. بحله اینجا هم بزنیم ثواب داره، جهت بالا بردن امتیازات ثوابمون در دنیا و آخرت. یه روز خط لب میزدی هم خیلی آلود بود. صبر کن تا هم با اون سرت صبر کن. خدا این آرایشگرها رو میذارم تو جیبم، به جان خودم میذارمشون تو جیبم. آقا ابروهامو کاش که اول درست میکردم با اون سرت. حالا مورد اینه داره. اینقدر مهارت دارم لامصب که چی؟ که تو آینه دیگه من چیز نمیکنم. آینه برای سوسولاست، برای مبتدیاست، برای اینایی که فرهیخته نیستن. ما اینجا چیزمونو پیدا کنیم. آها آها ها، میخوام اینو بهتون بگم، دیشب یک عالم لوازم آرایش سفارش دادم از آمریکا. از آمریکا، همین زیر کونمونه آمریکا. گفتن دو هفته دیگه میرسه، دو هفته دیگه میرسه. بعد وقتی من سایت نداپسند رو داشتم، بچه ها به پشتیبانی ایمیل میزدن میگفتن دو الی سه هفته یه کاری میرسه، ما همین الان میخوایمش. فکر میکنن مثلا ایران چسبیده به کانادا. بابا آمریکا که زیر کونه کانادا هستش، دو هفته طول میکشه دیگه، چه برسه از کانادا تا ایران. اصلا متوجه نمیشن که این همه فاصله هست. با اون سرتون جون. خب بذار ابروهامونم درست کنیم، انشاءالله که رستگار شدیم. اون یکی مدادم رو میخوام، اون یکی مدادم رو میخوام، اینو دوست ندارم. خب آقا اینجا کیا مجردن کیا متأهلن، اینو به من بگین. فکر کنم همه تون مجرد بدبختین. دو شده گو نخور.
ببخشید گفتم گو نخور، یعنی شکر نخور. دیگه قرنطینه هستین، کار ندارین، دانشگاه ندارین. سعی کنید آدارم آرایش میکنم برای لایف دیگه. آرایشم تموم بشه میارمتون. شما هم برین آرایش کنین که من وقتی آوردمتون بالا خاطرات سسکتون رو میخواین تعریف کنین، خوشگل و شاداب و خرم باشید. خب من مثل اینکه اشتباه کردم. مجرد با 200 دوست پسر. آف. به این میگن یه دختر خوب، به این میگن یه دختر نازنین، یه دختر موفق. میخوام کانسیلر بزنم، نمیشه، حالا ولش کن دیگه. شما رو ابروهام خیلی حساسین. بچه یه چند دست لباس برای لباس برای لایو خاک برسری در نظر گرفتم. خب نمیدونم کدومشو بپوشم. ازتون میپرسم بهم بگین حالا که شما تو لایف اومدین. نمیدونم چرا این ابروم یه طوریه. مردم چه بیکارم میشینن یه اسکل نگاه میکنن. یاقوت. یاقوت؟ منظورت ببخشید پشکل تو دشویی؟ تو کجا؟ یاقوت کجا؟ به خدا دماغت کل پیکچر تو گرفته. انقدر مثل پیشکل هستی که اصلا سیاسفید گذاشتی، یعنی اصلا جرأت نکردی چی؟ رنگی بذاری. یاقوت، یاقوت رو رنگی میذارن نه سیاسفید. یاقوت 68، متولد 68، یه پیرزن، یه یاقوت چین و چروک هستش ایشون. اسمش هم احتمالاً چه بدونم سقرا هستش که به خاطر همین نتونسته اسمش اسم واقعیشو بذاره. نه این که میگه سقرا بده ها، خب ولی دیگه خودتون در جریانی. یاقوت بیا، یاقوت. خب چیکار کنیم؟ آها بذار اینو من چیزش کنم. یاقوت ننم. یاقوت و زهر مار. یاقوت انعنی. یاقوت قهوه‌ای. برو الان روی موت میکنم قشن، برو توی دشویم جات اونجاست و اون سرت. خب اینم از این. کانتور بکنیم خدای نکرده. آره بذار کانتور بکنیم زیر چشامونم بزنیم.
میخوام خط چش بکشم حالا که شما گفتین. خط چش کشیدن مهارت خاصی میخواد. خط چشم ژله‌ای همراه با این براش. صلوات بفرستین به خدا اگه خراب شد چی؟ میام بلاکتون میکنم. بکشم یا نکشم؟ میترسن خراب بشه. ها اسکر بچه حالا اسکرینه رو میذارم تو یه چیز. به خدا اگه خراب شد میکشمتون. میفهمین یا نمیفهمین؟ صلوات بفرستین. اگه تا به تا شدم میزنمتون. منو به چه کارایی وامی دارین؟ خدا مرگم بده. فاک. شت. اونطوری که مشخصه داره خراب میشه. ولش کنم؟ بچه ولش کنم اصلا برو خودم نیارم ها؟ ولش کنم. آره ریدم، به خدا ریدم، من اعتراف میکنم ریدم. یاقوت ببخشید. یاقوت معذرت میخوام. و خاک تو سرم کنن. ولش کنم؟ بچه ها میگن نه ادامه بده. نیمید بابا سخت توی موبایل چیز کردن. فاک. تو آینه هم بکنم سرم پایینه. بچه ها لایف داره تموم میشه؟ لایف داره تموم میشه. من دوباره میام همین الان دوباره میام. الان دوباره میام. خوب اوکی.